سلام، اینجا هنرنامه است. خوش آمدید. این هفته هم با هنرنامه به نمایشگاه مختلفی سر میزنیم. نقاشی های آریان لواسانی رو میبینیم. عکس های گیورگ جرستر رو در فرهنگسرای نیاوران خواهیم دید. نقاشی های الیاس حاجی کریم رو در گالری امین. نقاشی خط های اسماعیل رضایی رو در حوزه هنری. چهارمین جشنواره هنر برای صلح که در خانه هنرمندان برپا شده به اونجا سر میزنیم و در نهایت مجسمه های جیران فخر موسوی رو در گالری آتبین تماشا میکنیم. با ما بیایید. نقاشی های ببخشید چپ آره هنرمند می باید در امروز به ثبت واقعیت های جاری بپردازد و با بزرگ نمایی حوادث دنیای معاصر جامعه را مورد خطاب و هشدار قرار دهد. اینکه چه چیزی هنر از غیر هنر رو تمیز می‌دهد مفهومی مناقشه برانگیز می‌باشد که در طی سال‌ها مورد بحث و تفصیل بوده است. در جهان معاصر هنر نقاشی پسامدرن حاکی از مفهوم گریزی و تمایل به کثرت گرایی دارد. این مفهوم گریزی و ضد ماهیت گرایی در جایی به ضدیت با واقع گرایی تبدیل می‌شود. در تطور هنر غرب پس از ظهور ایسم‌ها و مکاتب متعدد در اوایل قرن بیستم، پدیده هنر پسامدرن بیشتر یک واکنش طبیعی است. اما اینکه در دیگر اقلیم‌ها همین نگاه حاکم گردیده است، جای شک و تأمل دارد. این هفته شاهد نمایشگاهی از آثار آریان لواسانی هستیم. سلام، من آریان لواسانی هستم، در خدمت شما هستم با شاید بگم سیامین نمایشگاهی که توی چندین سال کاری که انجام میدم تو زمینه هنر نقاشی به خصوص در خدمتتون هستم. این نمایشگاه که آخرین انفرادی من در سال 95 گذاشته شد محصول تجربیات 30 سال کار من تو زمینه هنر بوده، تکنیکایی که به دست آوردم و متریالی که اینو تقویتش کردم و تونستم که اندیشم رو به واسطش پیاده بکنم، به واسطه تکنیکی که به وجود آوردم. لواسانی نقاش خودآموخته متولد 1356 شمسی است.
که در کشور ایتالیا چشم به جهان گشوده و تا 5 سالگی در آنجا زیسته است. او در طی 30 سال کار هنری خود از نوجوانی نمایشگاه متعددی را ارائه داده و در بسیاری از کشورها با استقبال روبرو شده است. لواسانی هنرمندی خودآموخته است که جهان تصویری خود را در عین وابستگی به اصول و قواعد بصری، عاری از وابستگی به تأثیرات و تأثیرات متداول آفریده. این هنرمند خودانگیخته عمل نقاشانه را از اوان کودکی با تأمل و تفکر در تمدن و زیست انسان ارائه می‌دهد، به این معنا که مقصد او هنر نبوده بلکه انسان را هدف گرفته است. مسیر هنری خودجوش هنرمند آثارش را در جایگاهی متفاوت از فضای هنر امروز قرار می‌دهد. کارنامه او حاکی از پیوستگی و استمرار در ارائه کارهایش می‌باشد. توی سالهای گذشته که نمایشگاهی می‌ذاشتم و خودم رو معرفی می‌کردم که خب جوان بودم، 12 سالم بوده سال اون موقع، تا به الان به نظر میرسه که همچنان اون قالب کودکی رو حفظ کردم. همون کودکی شاید دیده میشه، منتها رو ابعاد بزرگتر، متریال دیگه‌ای عرضم حضور شما که فکر و اندیشه های دیگه‌ای، ولی خطا همونه، شاید منتها بُعد پیدا کرده، عمق پیدا کرده. در نمایشگاه جدید لواسانی که تحت عنوان واقعیت پنهان ارائه گردیده، ما با 12 تابلو رنگ و روغن بر روی بوم مواجهیم. رنگ غالب در آثار او آبی است که آسمان و دریا را به صورت سطوحی که سامان بخش فضای نقاشانه او هستند نمایان می کند. استفاده از رنگ های فام، سطوح تخت و خطوط کنار نما کارماده مبانی تجسمی نقاش است. ابژه های گیاه، درخت، شهر، دریا و آسمان به طور عمومی در کلیه آثار رویت می گردند. حضور معماری و مکانها و اشیاء خاص مانند دوربین های مدار بسته در آثار او گاهن پدیدار می شوند که به لحاظ ترکیب بندی با استفاده از قرینگی بین فرم و فضا شکل گرفتند و بعضن به نفع فرم تغییر ماهیت می دهند. از دید زیبایی شناسانه به سختی میتوان ردپای آثار نقاشان اسطوره‌ای را در این آثار دید. فضاسازی پرسپکتیو رنسانسی از نکات مشترک بسیاری از تابلوهاست. لواسانی نه معناگریز و پسامدرن است و نه در قید هنر فرمگرا و مدرنیستی است. او حتی گوشه نگاهی به آنچه در جهان تاریخ هنر زده میگذارد ندارد و تنها سعی می‌کند تا جهان ذهنی و کودکی خود را تداوم دهد. نقاش درگیر فانتزی فرمالی است که نوع دیگری از زیستن خالی از تیرگی و یأس را خواهان می‌باشد. نقاش در کودکی خود مغرور است و در عین بلوغ ملغمه‌ای از واقع‌گرایی و روایت پیشگی را خلق می‌نماید. او هنر را نه برای هنر بلکه برای زیستن می‌خواهد. در حال حاضر لزومی نیست که یه اثر هنری حتما زیبا باشه، بلکه باید واقعیت‌های دنیای خودمون و دنیای روز رو میتونه بیان بکنه، باید بیان بکنه. پس ما میتونیم با آثاری مواجه بشیم که اینها خیلی شاید سیاه به نظر برسن یا از نظر دیداری بعضی آثار هم میتونن ناراحت کننده باشن واقعا، ولی من دوست دارم زیبایی در کنار این مفاهیم باشه.
عناصر گیاهی در این مجموعه به صورت واضحی نقشی طراحی گونه دارند. گویا سازوکار ناخودآگاه هنرمند چنین بافتی را مشهود می‌کند که قوام بخش لحن بصری و سبک و سیاق اوست. در اثر درخت زندگی، سیب‌ها سمبل حیات و مرگ می‌باشند که رابطه‌ای بینامتنی با سازه‌های معماری پس زمینه برقرار می‌کند. در آثار لواسانی انسان به ندرت حضور دارد مگر در قامتی حقیر و مقهور جهان ساخته خودش. سمبولیسم هنرمند در عین درخشندگی در دام دکوراتیو شدن و شعارگونگی نمی افتد. از این زاویه لواسانی خود را اسیر سوبژکتیو ذهنی می داند که زندگیش را به تابلوی درخشان تبدیل کرده، چرا که زیست هنرمند شاید بزرگترین اثر خلق شده اش باشد. گفتند استعداد شرط لازم شکوفایی هنرمند است، اما شرط کافی نیست. هنرمندی که ذیل هیچ استادی دانش نقاشی را نیاموخته و به طور خودجوش از کودکی چنین آثاری خلق نموده است، بیشک در ساحت متافیزیکی روحی هنر مستقر می باشد. مخلوط اندیشه و عمل و پیوستگی مخاطب این نمایشگاه را با هنری متفاوت و تأمل برانگیز روبرو می کند که به ندرت مشاهده آن امکان پذیر است.